بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حاج صالح عاشور، نماینده شیعیان در پارلمان کشور کویت، طی سفر به شهر مقدس قم پس از زیارت بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دیدار و گفتگو کرد. نماینده پارلمان کویت پس از حضور در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، گزارشی از وضعیت شیعیان در کشور کویت و خدماتی که به جامعه شیعه عرضه داشته به محضر ایشان ارائه کرد و از توصیه‌های معظم الله بهره مند شد. ترکیه دیروز شاهد برگزاری مراسم ویژه‌ای در مورد توصیف ارتباط معنوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با سبط بزرگوارشان حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. این مراسم که با همت مؤسسه آل‌البیت و مرکز فرهنگی امام حسین علیه السلام از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی برگزار شد، به اهمیت پیوند معنوی و الهی بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام پرداخت. این مراسم شاهد حضور تعداد زیادی از عاشقان و محبان اهل بیت علیهم السلام بود. سیلاب در حلیل رود واقع در شهرستان جیرفت جان 15 نفر که تعدادی از آنان اتباع خارجی بودند را گرفت. در پی این حادثه چند نفر نیز ناپدید شدند. گروه‌های امدادی هلال احمر و نیروهای محلی برای جستجوی ناپدید شدگان به منطقه اعزام شدند. مقام‌های محلی اعلام کردند که هشدار هواشناسی برای این منطقه صادر نشده بود و بارش باران در 30 کیلومتر بالاتر از محل حادثه رخ داده است.